این تابلو رو نگاه کنی ببینی کجا وارد میشه. دقت کنی. خدافظ برای همیشه. شیری هر شب که دلت بر ما تنگ شد نقش رو نگاه کن. هر شب ساعت 9 هم به ماه نگاه کن، منم نگاه میکنم. آقای ترابی رئیس شرکت ما ازت خواستگاری کرد. اگه الان به هم بگین نه، من بهش زنگ میزنم، هم خواستگاری هم قرار شامو منتفیش میکنم. نه یعنی همه چی منتفی شد؟ نه نه چیز خاصی نیست، امشب نمیشه، فردا. نه نه خوبه خوبه. شما کارت ملی تو ما بده. کارت ملی واسه چی؟ میشه ما میمونه، هر وقت خواستی مرخص بشی به تصمیم بفر. به برادرزاده من اتهام زدی، الان هم میخوای بری اونجا سندسازی بکنی؟ جا پارک نیست، ماشین وسط خیابونه، وایس پلیس اومد جا به جاش کن. شبونه اینجا خوشی کشیده بالا، از دیوار بالا رفت، سیم کارت رو رد کرده، پریده تو کوچه که بچه ها میبینه. خب چی دیگه، فرار کرد. بابا چی بگی؟ بریم. حامد کو؟ حامد سلام رسون، برو عقب بشین. را بیم کجا بریم؟ خب میخواستیم حامد رو ببینیم دیگه. دیدیم. شما دیدینش، من ندیدم. آخه ما عملی دیدن داره، من پیگیری کردم، روند درمانش رو بریم. خب تو دروغ می... من دروغ میگم، پسرت هم دروغ میگه. وقتی دارم ازت سوال میکنم این ور اون ور رو نگاه نکن. سوال نکردین که. الان سوال میکنم، تو حامد رو دیدیش؟ چه جواب نمیدی؟ من دروغ نمیتونم بگم. پس ندیدش. من فقط سکوت کردم. کجا؟ بابا یه هفته ممنون ملاقات قانونشه. پس چجوری میگی دیدمش؟ من ندیدمش. پس چی میگی سلام رسون؟ آها یه آن باد اومد، پرده رفت کنار، پس همون لابلاها گفت که سلام برسون. فکر کردی منم بچه هم دیگه. شما کجه؟ خب بیام دیگه. من ماشین رو وسط خیابون بذاریم بریم؟ خب دیگه این نشسته تو ماشین که. آخه این رانندگی بلده. بشین تو ماشین، الان برمیگردم. سعید تکون نمیخوری یا حتی یک سانت هم تکون نمیخوری، برمیگردم. خب دیگه حرکت نکردنه که این بلده که. نه من به شخصی بلند تسلط ندارم. تو تسلط نداری حرکت نکنی؟ آره. ببین کاری قرار نیست بکنی، قرار فقط بشینی تو. به من استرس نده سعید، بمو. دایی شما برین، من میمونم اینجا. سعید تکون نمیخوری یا یک سانت هم تکون نخوری. و حتی دو روز پیش با آقای حامد مزاحید اومدن اینجا و ایشون رو بستری کردن. یه پسر بچه هم همراهشون. پسر بچه کیه؟ از شیار مالوده کردی؟ سعید رو میگه، چی ببینی؟ خب الان حامد کو؟ عرض کردم که فرار کردم. منم عرض کردم خدمتون، باورم نمیشه. چرا باورتون نمیشه؟ برای اینکه شما یه جوری با هم دستی. چه هم دستی آقا؟ بالاخره جفتتون معتاد بودین دیگه. بودین. الان هممون اینجا متولد شدیم. تولدتون مبارک. آقا به خانواده من تهمت زده شده، من تا مدرک نبینم باورم نمیشه. مدرک میخوام؟ بله. بشید بیارید. بله. این فرمیه که برادرزادتون پر کرد. یا پیه این دستخط برادرزاده ای من نیست، الکی سندسازی نکنی. ته چرت و پرت داری میگی تو؟ بچه تو خیابون میبینی نمیشناسی، حالا برادرزاده ای که 10 سال ندیدی دستخط شو داری کارشناسی میکنی؟ ای من این چیز حالی نیست، الان زنگ میزنم خونه داداشم ببینم اصلا حامد کجاست. نزن. چرا نزنم؟ بابا نمیخواد باباش بفهمه، آبروش میره. از کی حالا آبروی برادرزاده من برای تو مهم شده؟ من که اصلا دلم میخواد نه سر به تن تو باشه نه برادرزادت، ولی داستان اعتیاد فرق میکنه.
کسی که میخواد ترک بکنه باید کمکش کرد. علکی واسه من سخنرانی نکن، من این چیزا باورم نمیشه. الانم میرم به همه میگم که حامد اینجا بستری نبوده. تو بالا بشین. آقا مگه کسی که میاد اینجا کارت ملی نمیگیرین شما؟ شما اگه کارت ملی رو ببینی راضی میشی؟ بله من کارت ملی ببینم راضی میشم. خب بدین لطفا. نیست. این چی نیست؟ قفل کشو رو شکونده، کارت ملی رو هم برداشت. واقعا بابا بگی بشین. واسه چی بشینم؟ برای چی بشینم؟ تو مسخره شو در آوردی دیگه. بشین. شما که هنوز قسطای وام قبلیتون پرداخت نشده. مال 5 سال پیشه دیگه، آخراشه. به شما که دیگه نباید من توضیح بدم زهره جون. روی یه وام من میتونم یه وام دیگه بدم؟ به یه اسم دیگه هم نمیشه؟ از من که توقع نداری پارتی بازی کنم. ادای منو در میاری؟ نه. پس نمیشه؟ نه. پس نمیشه. نه دیگه. او چه ساعت دیپ یا گارمی، تکرار کن. او چه ساعت دیپ را گامی، او چه ساعت دیپ را گامی. خوب بود؟ برای شروع خیلی بد بود، تکرار. او چه ساعت را دیپ را گامی، او چه ساعت را دیپ را گامی. دوبله پار کردیم، اوپرا میخونی؟ حرکت کنی. نگاه میکنی چرا؟ حرکت کنی لطفا. ببخشی من نمیتونم. چرا؟ گواهینامه نداری؟ چرا؟ ولی بهم گفتن که اینجا حرکت نکن. کی گفته؟ دایی. پلیس داره بهت میگه حرکت کن. به حرف داییت گوش میکنی؟ خب ماشین داییمه. ببین دوبله وایستادیم، ممنوعه. ما الان اعلام کردیم یعنی ماشین جلویگر رو ببرن. مال شما رو هم میبرن. گفته باش. چی بکنم؟ هرجور خودت میدونی من دخالت نمیکنم. پلیس داره میگه. گفتم که من دخالت نمیکنم. حرف داییمو گوش کنم یا حرف قانونو؟ این یه دوراهیه، تو رو تو گرفتن این تصمیم آزاد میذارم. الو دایی. سلام. ببین دایی، پلیس اومده میگه جهرصغیر میارم ماشینو ببره، چیکار کنم؟ بذاره برم جلو؟ بهت میگم نه. ببین آقا من اصلا کار ندارم این عملی هست یا عملی نیست. من الان نگران بچه خودم. تو یک کلام به من بگین که پسر من آلوده شده یا نه. سعی میشینی تو ماشین؟ تکونم نمیخوری، من الان میام. آقا جواب منو بده. وای کجا بابا میخواد ماشین رو بندازه. ببین تا تکلیف حامد و سعید مشخصه شه کسی از اینجا بیرون نمیره. آره بابا من ماشینمو میخوام. عطا جواب سلام زنگ زدم دایی الان میاد. اونجا خالی شد، برو اونجا پارک کن. زدی چیزی شد؟ داغون شد. خوب شد که من دونه بس. خیلی خوب شد. خودش نمیشه، یعنی حتی 100% هم نمیشه. آقا کامنت کن بگیرین، این تا نداره بیماره. آتا الو سلام مشیر شو. چی شده مگه؟ ها آتا
من دارم پروگیر میکنم. تو بکن چی؟ چی شده چیه؟ از صبح تالا داره سراغ تو رو میگیره پشت سرم. دختره رو مجاش بلند کرده که تو رو بشونه سر جاش. آقای مظاهری هم بله یه کاری براشون پیش اومده، یه خورده دیر میاد. اشکالی نداره، بگین عجله نکنن. شما هم لطفا وسایلتون از اینجا جمع کنی. چرا جمع کنم؟ قرار شده من جای شما بشینم. پس من چی؟ آقای مظاهری میشینن سر جای خودشون، ایشون میشینن اینجا، شما هم میرید اونجا. چرا؟ گوشی لطفا به من بدین. الو سلام آقای مظاهری، چی شده؟ یعنی امروز تشریف نمیارین؟ آقا یه لحظه بگی خوب هستین آقای ترابی؟ بله نه نه من حتما میام. بله کارم اینجا دیگه سرمون میشه. نه چیز مهمی نیست، یه تصادفی کوچیکه. بله الان این تصادف کوچیکه جهان؟ الان این تصادف کوچیکه الان؟ نه مطمئن باشون که حله. بله 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 رستوران حله. شما مطمئن باشون بیانو چند الان تو داری میکنی؟ الو نه با شما نبودم. سبی الان داری در میگیری؟ تو یه رسه بکن. الو نه شما بیاییم زهرم یا سای اینو بگیریم. این چیه؟ این جریمه است دیگه. اونجا دوبله پارک کرده بودیم بعد جریمه مون کردن. توی تصادف هم مقصر شناخته شدیم، گفتن که مدارک و کارت بیمه و اینا رو اگه میشه شناخته شدیم ما؟ بله بله از پشت زده بودیم. زدیم؟ بله بله ساکت. چرا شما دوا نداره که؟ بابا این الان آقا جان من دوا نداره. گفته بودم پیش اومده، پیش اومده. آقا تمام. آقا این همت شما برو تو ماشین باش. تمام. آقا بیا بیا شما. اینقدر داد و بیداد نکن. خانم میلیارد میلیارد دارم وام میگیرم رو هیچی. اون وقت منو بدبخت میخوام 15 میلیون وام بگیرم بعد همچین شرایطی پیش بیاد. آقا من اینجا کار میکنم، درست نیست میای تو محیط کار من داد میزنی. بعدش هم که گفتم وامو جور میکنم. جور میکنم چیه خانم؟ 15 میلیون پول رینگ ماشینم نمیشه. از این حرفای بودار جلو بانک نزن، دوربین مخفی داره ضبط میکنه. خب ضبط بکنه، مگه من دارم حرف بدی میزنم؟ فوقش چی میخواد بشه؟ 15 میلیون میخوام وام بگیرم نیام پس بدم. خب 15 میلیون منم روش، مگه چی میشه؟ خانم این صدام ضبط میکنه؟ بله. واه بدبخ شده. خانم چرا زودتر نمیگی؟ میگم شوخی کردم ببخشید. ببخشید خانم یه لحظه تشریف بیارم. آقای جهان شما برو، من کار دارم، بعدم با هم حرف میزنی. خونمونو که بلدی، چکم که ازم داری، فرار نمی کنم که. خانم سعادتی الان بحث من نیست، بحث جامعه است. حالا که اینجوری اصلا من از خیر وامم گذاشتم، وام نمیخوام. واقعا؟ نه خانم واقعا یعنی چی؟ من پولمو میخوام. جامعه به من چه ربطی داره؟ من چیکارم که جامعه رو درست کنم؟ به من چه؟ چی شده؟ هیچی، یه بحثی بود تموم شد رفت. شما بفرمایید. تموم شد؟ ببین خانم ایشون به من قول 15 میلیون وام دادن، الانم دارن منو میپیچونن. شما قول وام به این آقا دادی؟ نه. نه؟ خیلی خب، حالا که اینجوریه من تا واممو نگیرم از اینجا نمیرم. من گفتم اگه شرایط جور بشه که شرایط جور نشد. آقا بلند شید، دارید مزاحم کار بانک میشی. خانم سعادتی من نون و نمک شما رو خوردم، نذارید کاری رو که دوست ندارم و انجام بدم. بلند شید آقا، یا میگم مامورا بیان از اینجا براتون دارن ببرن. بلند شید. باشه اینجوریه دیگه. بفرمایید. باش. من میرم، اشکال نداره. ولی خانم سعادتی من دوباره برمیگردم. بریم تو زهره جون. باش. برمیگردم. بریم تو زهره. زهره جون. من نمیخوام تو مسائل شخصی شما دخالت کنم. ولی ناقا کیا هر روز میاد اینجا؟ چیز مهمی نیست، دیگه نمیاد. به هر حال من میخوام کمکت کنم. خیلی ممنون، حل شو. فقط یادتون باشه خودتون خواستید. برو بیرون آقا، برو بیرون. برو بیرون.
شما چی؟ من بیمارستان. ببین اول منو برسون شرکت، بعد آقای نعمتیان رو بذار بیمارستان، بعد برو در خونه ما سعید رو پیاده کن، خودم یه تو که پا برو بالا ببین آقا رضا خریدی چیزی داره یا نه، خریداشو که انجام دادی خودت برو کار باش، بعد از اونم اول بیا شرکت منو وردار، بعد سعید را میریم بانک زهره رو برمیداریم میایم خونه، ما رو پیاده کن بعد برو خونه خودتون، بعد ببین اگه زنت راد داد که میمونی، اگه راد نداد برگرد بیا خونه ما. خوب شد یادم افتاد بانک رفتیم یه سرم بپر آبر بانک اینو پرداخت اون تا دیر نشدم. چی شد؟ کوچن برو پایین. برای چی؟ برو پایین اعصابمو خورد نکن. خب قبضو بعدم پرداخت بکن. برو پایین. به مسخره بازی در ننجام. کوچن میگم برو پایین. ببین تو دیگه واقعا شروع شده رو باید برو پایین برو پایین چیه؟ دوباره شروع کردن. تو چیه قاطی میکنی؟ ایست ایست ببین تو ماشین من شاخبازی در نیارا ایست در رو ببن موسیقی چی میگه؟ زبط رو روشن کن اینو برسون شرکت منو ببر بیمارستان سعیدو برسون خونه شون نگاه نکن برو زبط شلوغه عروس تکابه دونیل کاشقی نروغه خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم گفته بودم عاشقم خب حرفمو پس میگیرم پس بعد از اون میبینم اتون دیگه سعید بیا سلام ببخشید این سعید ما باز تصادف کرد من گیر کردم همشه جو من گلو بخوش شده یه چایی برای من میرسی دست درد نکنی نریز چرا اینجوری نگاه میکنی؟ برای که شما برگردی سر میزه بنده باید برم دم چایی ساز بشینم به به میزه نو مبارک مبارک باشه باشدی میبینم که با هم دیگه همسایه شدیم خانم نیازی چون اینجوری به من نگاه میکنی؟ میگه من جایی تو رو تنگ کردم آقا خانم نیازی نشسته سر جای تو ای من خودم هم دوست نداشتم بشینم جای آقای مشیری ولی معلوم نیست پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده که هی جای میزا با هم عوض میشه تا بوده همین بوده خانم از مسائل پشت پرده هیچکی خبر نداره یه لحظه گوشی چیزی شده؟ هیچی نشده ببین مشیری این میزا به کسی وفا نکرد اصلا مگه میز ارزشی داره برای من که فرق نمی کنه اصلا میخوایی من برم اونجا بشم تو بیانجا بشم باشه باشه علکی گفتم خانه میشم باشه اینجا راحت نشستم مزایری یه لحظه بیاین تو اتاق من چشم یه مشیری تو هم زیاد سخت نگیر چون به این خوبی
چای کنار دستت، دستت دراز میکنی، پرونده ها رو ور میداری، بغل در قشنگ باد میدوه وسط موهات، راحت قدشو بدون. برو بابا برو. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. ببخشید دیر شد آقای ترابی. نه بابا پیش میاد، خود سعیجان که طوریش نشده. نه نه نه، اون متخصص خسارت زدن به بقیه است، خود روشو که حواظش به خودش است. مهمم سلامتیشه. بله شام امشب قطعیه دیگه. کدوم شام؟ دیشب قرار گذاشتیم. بله قطعیه. فقط اگر اجازه بدیم من برم هماهنگی آخر رو بکنم. کجا؟ همینجا تماس بگیریم. اینجا؟ بله. حالا مامانت معاون نشده افسرده است؟ نه بابا اصلا، مامانم به اینجور چیزا اصلا اهمیت نمیده. از اولش هم اونا خیلی اصرار داشتن مامانم معاون شه. بابات کار پیدا کرد؟ خودش که میگه اخراج نشده بود. سعید چی؟ بستری شد برای ترک؟ مهدوخ جون بسته دیگه، من هیچی نمیگم، نشستی اینجا بدبختی های ما رو میشماری؟ بله؟ سلام بابا خوبی؟ با مهدوختم، کجای شما؟ باباشون من که شماره شرکت رو تو گوشیم دارم، این یه شماره دیگه است. تلفن شرکت دیگه؟ خب این خط اتاق آقای رئیسه. اختیار دارین، شما خودتون رئیسین. نفر بین شما لطف دارین. میگم از شرکت خودمونه دیگه. الانم دارم از تلفن اتاق آقای رئیس، آقای ترابی باهات صحبت میکنن. آقای ترابی دیگه کیه؟ آها چرا خب تو این چند سال از این خط زنگ نزده بودید به من؟ پس قطع کنید، من الان دوباره به همین شماره زنگ میزنم. یعنی تو حرف پدرتو قبول نداری؟ باش باشو تو زنگ بزن. چی شد؟ هیچی، صدا خوب نمی اومد، قرار شد اون به ما زنگ بزن. شاید ایشون نباشه. حتما خودشه. اگه بود گوشی میدم به شما. آقا بله سلام، من ترابی هستم. خوب هستی خانم دکتر؟ ممنون. بله پدرتون همینجا نشستن. گوشی رو بزن. چرا یه همچین فکر کردی؟ آی ترابی، ما مهمترین حسابدارون رو مگه میشه از دست بدیم؟ خودتون خوبین؟ گوشی رو آقای ترابی زن. درس خوب پیش میره؟ آقای ترابی دست چه دیگه؟ الو خانم دکتر ببخشید. الو ببخشید، حالا بعدا صحبت میکنه. الو گوشی دستته. حالا بهت ثابت شد. پس بابا شما واقعا اخراج نشدین؟ اخراج نشده. چی؟ شام چی؟ هیچی، میگم با بچه های شرکت قرار شد به جای دیشب امشب بریم بیرون با مشیرینا دیگه. نه 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 نه، با آقای مشیری من نگفتم. بابا امشب مهدخت پیشمه، بیرونم نمیخوام بیام. اگه میخوای بری من میرم. نه حوصله ندارم. چه جالب چه جالب. حتما. چی میگن؟ سلام میرسونم. سلام منم بهشون برسونیم. مشیری سلام میرسونه. من سلام رسوندم. خب دخترم حالا امشب کجا بریم؟ بابا هیچ جا. اگر این آقای ترابی دارن میگن که بریم بیرون، من اصلا از ایشون خوشم نمیاد، نه میخوام ببینمشون نه دیگه میخوام راجع به این قضیه حرف بزنیم. آها گرفتم. خیلی مراقب خودت باش دخترم، خداحافظ. گفتم کجا بریم؟
خیلی استقبال کردن که شامو بریم بیرون، ولی انتخاب رستورانو گفتم به عهده شما. اما مهمون ما آقای مزاری، قرار بود اجازه بدین که من حساب کنم. باشه دیگه، مهمون شما، ما تسلیم شدم با اجازتون. چه منظری، میدون آزادی، برج میلاد، مشیری، سه نماد پایتخت در یک قاب. تو هم نماد دریاچه نمکی، مثل دریاچه ارومیه که داره خشک میشه، فقط نمکاش باقی مون. با مزه بود؟ بله. یعنی من با مزم؟ بله. بس دیگه، قدتم که هیچی، این نردبون دوزا. آدم میاد اینجوری نگاهت کنه، شبله اقامو برمیخوره زمین. با مزه بود؟ نه دیگه. مشیری، ناهار رو سبک بزن، میخوام شب دعوتت کنم رستوران. تو به پای رو صندلی معلق نشی، رستوران باشه پیشگشه. بامزه بود؟ اصلا من اشتباه کردم، شما بامزه نیستی. ولش کن، شبو میای دیگه. کجا میام؟ رفیقت داره دعوتت میکنه. آقای مزاری، پس شب میبینمتون. بله بله، حتما حتما. چیزی برمیدین؟ نه. یه نفره بابا، چقدر مگه میخواد بخوره؟ خداحافظ شما. خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ. واقعا که دریاچه نمکی، خوشگم شدی، فقط نمکت مونده. من با یه آدم معتاد نمیتونم زیر یه سقف زندگی کنم. شیرین، اینقدر معتاد معتاد نکن جلو در و همسایه فکر میکنم ما معتاد داری. فکر میکنم خب معتاد دیگه معتاد نیست. برادر شما معتاده، پسر شما هم معتاده، همه تو معتاده. چه خبرته؟ تو بیا کل فک فامیل ما رو همینجا تو این کوچه بخور. بابا از بچه خجالت بکشی. من خودم همه چیو میدونم، همه این آتیشا از این گوش هوشنگ بلند میشه. گوش نه مامان جون، گور. همه این آتیشا از این گور هوشنگ بلند میشه. هوشنگ چیه مامان جو؟ عمو هوشنگ. گور عمو هوشنگ. همه این آتیشا از این گور عمو هوشنگ بلند میشه. حالا هرچی، من هیچی نمیگم، شماها بگینا. اینا حرف یاد بچه میدی؟ من خودم همه چی رو میدونم. هوشنگ قاچاقه، بابای منو سیدم گول زده. سلام علیکم. سلام. سلام. چطوری عمو جون؟ بیا بغلم ببینم. آخ، دلم برا تنگ شده بود. چی میگفتی از عمو هوشنگ؟ آقا هوشنگ، ذکر خیرتون بود. میگفتم هوشنگ قاچاقه. شما چرا نمیرین تو؟ من تو کاری ندارم، باز چی برم تو؟ این بچه هی بابا بابا کرد، آوردم باباشو ببینه. الان زود میره باباشو میبینه، برمیگرده. عزیزم ببین، راننده دم در منتظره. با همین ماشینی که اومدیم با هم نمیخوایم برگردیم. برو زود برگرد. زود برگرد بیا. هوشنگ خان، چه خبر از کمپ؟ آمادگی شنیدنشو داریم؟ بفرمایید. خوشبختانه هر چی که عطا راجب برادرزاده من گفته بود دروغ بود. حامد اصلا مرکز بازپروری نرفته بود که. و بدین ترتیب حامد مظاهری بیگناه، سعید مظاهری پاک، عطا سعادتی معتاد. معتاده؟ ای وای وای وای،
بیماری من اینجا جوابی نمیدم شما صحبت نکن بابا تقصیر من شد باز دوباره اصلا اچا پارچه چی؟ شنیدم سیگار میکشی. کی گفته؟ آخه خب اون روز مامانش گریم که تلفن مرف میزنه میگفت اتا محتاده. محتاد نه عزیزم، معتاد. چی؟ نه هیچی، اصلا اینی که گفتم غلطه، همون محتاد درسته. محتاد یعنی با احتیاط، مثلا کسی که آروم رانندگی میکنه. نه من خودم توی تلویزیون دیدم محتاط یعنی اینکه آدم سیگار میکشه. تو الان دیدی من سیگار بکشم؟ موقعی که این روبم کنم بعد یواشکی سیگار میکشی؟ تو به حرف من اعتماد نداری؟ چرا دارم؟ گفتی که وقتی دارم میگم نمیکشم یعنی نمیکشم. اگه بکشی بدبختی ها، درست نزور دیگه میخوایی فرش زیر پامونم بفروشی. بابا میگم نمیکشم. اگه خواستی فرشو بفروشی فرشو اتاق من نفروش، فرشو توی حال بفروش، اون یکی زشته. عرشه تو که اینجوری نبودی بابا، وقتی دارم میگم سیگار بده یعنی نمیکشم، فهمیدی؟ آره. خود میده دیگه هیچ وقت نگشی؟ آره بابا جان قول میده. چشای من نگاه کن، میتونم روی قولت حساب کنم؟ بابا جون وقتی من دارم میگم که نمیکشم یعنی نمیکشم، ما حرفشو نزنیم دیگه، فهمیدی؟ آره. دلم برم تایی شده بود. نه چیکار داری میکنی؟ خب من اینم بوی سیگار میدی یا نه؟ به من اعتماد نداری؟ چرا دارم؟ فقط طلا شیری، من از این کلمه بدم میاد دیگه نگو. واسه چی نگم زهره جو؟ تو اگه این معتاد چه حاضری باش زندگی کنی؟ خود تو که این همه موندی، اگه آقای آسانسور معتاد باشه حاضری باش ازدواج کنی؟ اولا که خودت مونده بودی، ثانیا آقای آسانسور اسم داره، خوبه منم به شوهر تو بگم آقای کارواش سالسن. این ممکنه معتاد بشه، ولی آقای نعمتیان با اون قد و هیکل محال معتاد بشه. چی داریم میگی؟ ما تا حالا تو خانوادمون همچون موردی نداشتیم. بعدش هم شیرین خانم داره درست میگه، منم جای ایشون بودم میگفتم مهرم حلال جونم آزاد. البته این نظر شماست، من جونم آزاد میکنم ولی مهرم و حلال نمیکنم، تا قرون آخرشم میگیرم. ماما من رفتم با او حرف زدم، محتاط نیست. ماما تو که نمیتونی تشخیص بدی، بیا بری. ماما بو کردم بوی سیگار نمیده، بعدش هم اون فرشم نیفروشه. نمیخواد پشتی باباتو بکنیم، بیا بری، من خودم همه چیو میدونم. ماما گناه دارم، قول داده دیگه سیگار نکشه. عرشیا بی کوایت. من از همینجا یه راست میرم وکیل بگیرم که طلاقمو بگیرم. اون طلاق چیه؟ بفرما، همینو میخواستی؟ عمه جون طلاق نه کلاق. خواهی بری کلاق بگیری؟ آره میخوام برم کلاقمو از بابات بگیرم. تو که کلاق نداری؟ آره دارم، پیش باباته، میخوام برم بگیرمش. آخه بابای بیچاره من کلاقش کجا بود؟ عمو جون بابات داره، قبلا هم یه بار کلاق داده. بیا بریم عرشیا، بیا ببینم. شیرین 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 چیه؟ اینم از ازدواج دومت. سوشنگ یه حرفو یعنی چی؟
یعنی که 10 سال پیش من و تو و زیبا خانوم جلوی همچون دری واسطه بودیم. شیوا خانوم اومد گفتش که من با یه معتاد زیر یه سقف زندگی نمی کنم. الانم بعد از 10 سال دوباره من و تو و زیبا خانوم جلوی این در واسطادیم. شیرین خانوم چی گفت؟ گفت من با یه معتاد زیر یه سقف زندگی نمی کنم. خب این چی میگن؟ خاطره. نه، بهش میگن تکرار تاریخ. من 10 سال دیگه حتی نمیتونم تصور بکنم. زن سومش میاد میگه که من با یه معتاد زیر یه سقف نمیتونم زندگی بکنم، طلاق. اه هوشنگ، بفهمم یه بار دیگه درباره جدایی و طلاق و این چیزا حرف زدی، من میدونم با تو بدونه بهتره ها. هوشنگ من از کلمه طلاقم بدم میاد، دیگه نشنوم جلو تو از این چیزا بگی. ها زهره تو اینجا بودی؟ حتی برای چایی بریزم؟ شیرین گفت میخواد طلاق بگیره؟ نه. بله شنیده دیگه، شوخی کرد. آها به شوخی اومد دم در اینو بگه بره. نه بابا عصبانی بود، یه چیزی گفت رفت دیگه. ببین ماجرا دیگه شوخی نداره، خودت میری خونه ما میگی اشتباه کردم. اشتباهی کردم؟ میگی برادرزادم تو کمپه. نبود که. خود این مشکل خودت دیگه. همینو میخواستی؟ سلام. سلام. چی شده؟ هیچی. چیزی شده؟ گفتم چیزی نشده دیگه. چیه؟ هیچی. سارا جان امشب بیریم ها؟ کجا؟ رستوران دیگه. بابا من که گفتم نه. سارا رستوران چیه؟ میخوام ببرمتون رستوران دیگه. به چه مناسبتی؟ خب مگه رستوران رفتنم مناسبت میخواد؟ حالا همچی میگه انگار ما هر شب میریم رستوران. ببخشیدا این همه کباب از سر کوچه میگیرم، پس اینا چی شد؟ خیلی خب حالا خودتو لوس نکن، برو لباس بپوش بریم خونه عطا، من میخوام با شیرین حرف بزنم. ببین زهره این یه چیزی رو میخوام، این آقای ترابی هست رئیس شرکتمون، خب یه جورایی سارا رو از من خواستگاری کرد، امشبم قرار شده برای آشنایی بیشتر بریم رستوران. چرا تا حالا به من چیزی نگفتی؟ آخه فرصتش نشد زودتر بگم. به سارا گفتی؟ بله. خب چی گفته؟ کاملا مخالفت کرد. خب وقتی سارا مخالفه ما کجا بریم؟ آخه یه جورایی تو عمل انجام شده قرار گرفته. خب زنگ بزن بگو نمیری. نمیشه، دیشب زنگ زدم به هم زدم. مگه دیشبم قرار گذاشتی؟ بله. تو 2 شب قرار شام میذاری بعد یک کلمه هم به من نمیگی؟ رفته بودی قبرستون. ای این چه طرز حرف زدنه هوشنگ. ببخشید ولی من نمیدونم چی باید بگم وقتی رفتی قبرستون. پاشو لباس بپوش بریم رستوران. نه خیر بریم خونه عطا. بعدش میریم رستوران. نه خیر. آخه زهره من که نمیتونم قرار رو دوباره به هم بزنم. هوشنگ وقتی سارا نمیاد ما کجا پاشیم بریم؟ کجا؟ بله؟ شما بله؟ چرا اونجا نشستی؟ وا نشستم دیگه، دارم سوال طرح میکنم. آه پس فعلا کار داری؟ بله. چطور مگه؟ هیچی، میخواستم یه تلفن خصوصی بزنم. ای به کی؟ عرض کردم خصوصیه. آوشن چی شده؟ به من بگی، من به کسی نمیگم، خیالتون راحت. من که اصلا کارم دارم میکنم، شما حرفتو بزن، مثلا گوش نمی کنم. بله میدونم.
الو سلام مشیری جان، چطوری؟ هوشنگ بریم؟ ای بابا، یه زنگ میخواییم بزنیم ها؟ یه دونه جوراب کن ببین سعید، باید ازت جوراب بگیرم. نه من رو پام خیلی حساسم، نمیتونم جوراب بهتون بدم. نه خیلی هم حساس نیستم، میتونم جوراب بدم. ای بابا، یه جا تو این خونه پیدا نمیشد بتونه دو کلمه حرف بزنه. تو چرا اینجا نشستی؟ من کجا بشینم خب؟ چه میدونم، پاشو برو یه جا دیگه. رو تخت. تو جات یا اینجاست یا روی تخت؟ بله دیگه. جواب منو نده، پاشو برو بیرون. من الان میخواستم به شما بگم لطفاً اگه میشه وقتی میایین تو در بزنین، بعد شما میگین برو بیرون. بله الان هم میگم پاشو برو بیرون. یه دقیقه میخوام تو اتاق پسرم تنها باشم، میشه؟ یعنی من اگه برم بیرون شما تنها میشین؟ بله بفهم. الو سلام مشیر جان، چطوری؟ شام که میای بیرون؟ گفتی میای دیگه. خب من کی گفتم میام؟ من گفتم نمیام. چیه؟ میام با نمیام هیچ فرقی با هم نداره؟ اصلا چرا برم رستوران وقتی بهترین غذا رو تو خونه دارم؟ هوشنگ جان، من تصمیم گرفتم دیگه پس‌انداز کنم برای آینده. نه ترس، تو حساب نمی کنی. ببین من جلوی سارا علکی میگم که مهمون تو این تا بیاد. بابا خود ترابی حساب میکنه، تو هم یه شام مفت مجانی میخوری تموم دیگه. باشه، بس رفاقت به چه درد میخوره؟ دوستی با تو به هیچ دردی نمیخوره، این اتوبانی یه طرف است. آقا مرد حسابی، تو میخوای با ترابی و زن و بچهت بلنش بری رستوران، من بیام چیکار؟ ها؟ چی؟ خانم نیازی خودمون؟ میام، آره بابا شوخی بود، میام. آره فقط ببین هوشنگ، مو بذارم یا نه؟ خیلی خوب، تو فقط اسمس کن آدرسو، اومدم. ای قربون اون سر کچلت برم. ای بابا خب شوخی کردم تو هم بی جنبه، دمت گرم. آقا پس من شب میبینمت دیگه، قربان تو، خداحافظ.